حالت خوبه؟ بله خیلی ممنون. بفرمایید مادر بزرگ. درود بر شما. درود بر شما. شلوغ بکنم؟ بله بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام آقای طبیب، اجازه بدید قبل از شروع به خاطراتم دو مطلب کوچولو عرض کنم. بفرمایید. اینکه امروز روز کارگره، به زحمتکشان و رنجبران ایران که همیشه محروم بودن و هنوز هم هستن سلام میدم و روزشان را تبریک میگم. روز دوشنبه هم روز معلم است که نمیدانم چی بگم. این رژیم آخوند ددمنش که دیگر رمقی برای معلمان یا کارگران یا کارگزاران باقی نداشته، ولی برای خالی نبودن عریضه یک روز را هم به اسم روز معلم انتخاب کرده. خلاصه به دو قشر محروم و زحمتکش هم سلام میدم و تبریک خدمت یکی یک اونها عرض میکنم. مطلب دویم این چه؟ هفته قبل در برنامه آقا پرویز خواستم بین دو نفر از اعضای عزیز و گرامی این نهضت اکثریت خاموش به اصطلاح قدیمی ها پادرمیانه بکنم و به عنوان یک ریش سفید یا یک گیس سفید صورت دو تا از بچه های گولم را ببوسم و از قبول عرایزم خوشحال بشم و به عنوان تشکر دست های مهربانشان را ببوسم. فقط و فقط برای حفظ اتحاد همسنگرانم بوده که دو تا از بچه های خودم هستم و من برای آزادی قبله آمال و آرزوهایم یعنی برای آزادی میهنم و به دست آوردن آزادی ملتم خاک راه قهرمانان و آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی خواهم شد. دست بوسیدن و خاک راه شدن بهترین افتخار من پیرزن که کاری از دستم بر نمی آید خیلی خیلی مهمه. امیدوارم که بچه های خوبم اجازه ندهن این آخوندهای پوفیوز بی ناموس و این رسانه های نوکر صفت و توفاله که سایه یک دیگر را با تیر می زنند ولی به محض این که بوی کباب به دماغشان می رسد 6-7 نفری برای مردخوری و تاراج مال کسی که دستش از دنیا کوتاه شده اختلافشان را کنار می گذارند. برادروار دور جنازه میت جمع شده عشق تیمساه می ریزند. من نمیخوام آنها از غم ما دلشاد بشن. حالا برم سر عرایض خاطرات خودم. سلام به دلیران و عاشقان گلگون چفن ایران. سلام به شهیدان راه وطن که عاشقانه و بیریا با ساده ترین وسیله و تجهیزات به میدان جنگ نابرابر رفتن. اولین وسیله دفاع یک رزمنده یا یک سرباز کلاه جنگی بود که جوانان ما آن را نداشتند. یک دستمال سفید یا قرمز یا سبز به پیشانی خودشان می‌بستند و در مقابل تیربارانهای دشمن می‌ایستادند. سلام به همه جیونها، سلام به همه دلاوران و رزمندگان و بالاخره سلام به اکثریت خاموش باهوش. سلام به داور دلاور و سلام به پرویز رزمنده و پرگوش دو تا از پسران خوبه من. همانطور که هفته قبل از شدم ماشین بی انصاف و بی وجدان جنگ با قدرت و با سرعت جلو میرم و خون جوانان و رزمندگان ما را میگیریم تا خودخواهی ها و کینه‌توزی ها و جاه طلبی ها و در اصل حماقت های سردمداران دو کشور به ظاهر مسلمان ایران و عراق را ارضا بکنیم و
دنیا نشان بده که ما تا چه حد درگیر تعصبات و افکار احمقانه و رذالت‌های دو دیوانه زنجیری، یکی خمینی شالاتان و یکی هم صدام خونخوار هست. لذا با استفاده از این تفکرات احمقانه خمینی ملعون را وادار کردن که با قبول آتش بس مخالفت بکنه، چون هنوز سلاح‌های کهنه و بی استفاده در انبارهای کارخانه جاسی سازنده بود و هنوز ایران و عراق پولهای داشتن و منابع نفتی هم برای تاراج موجود بود. به طور خلاصه بگم زمانی که نقدینگی های ایران و عراق تمام شد، دست به حراج نفت خود زدن به این شکل که ایران هر روز 3.5 میلیون بشکه و هر بشکه 220 لیتر ظرفیت دارد نفت صادر می کردن و عراق هم 2.5 میلیون بشکه نفت. البته این سهمیه بود که سازمان اوپیچ که از 13 تا کشور صادر کننده نفت خام تشکیل میشه برای کشورهای صادر کننده تعیین کرده بود، ولی بعضی ها بیشتر از سهمی خودشان صادر میکرد. وقتی که نفت بیشتر از خرید روزانه کشورهای مصرف کننده صادر بشه، خانه‌ها قیمت عادی نفت صدمه بزرگی میخوره. این موضوع به جایی رسیده بود که این نفت های اضافه در بندر روتردام، بندر روتردام در شرق کشور هلند و پایین تر از بندر آمستردام قرار داره و محل رسمی برای مبادلات نفتی دنیاست. کشتی های نفتکش ایران و عراق در بندر روتردام تعلیم گرفتن یا نزدیک بندر لنجر می انداختن و محمولات خودشون رو به صورت حراج به فروش می رسوندن و دولت های پولدار و تمکن یک که یک زمان مجبور بودن هر بشکه نفت را به قیمتی بین 45 تا 55 دلار بخرن، حالا در بندر روتردام هر بشکه نفت را از طریق حراج بین 3.5 تا 4.75 دلار می خریدن و منابع خودشان را مالامال پر می کردن و پولهای حاصل برای خریدهای آنچنانی و خرید کهنه‌ترین سلاح‌های انبار شده یا ماشین‌های گرازه در انبارهای اروپایی مصرف می شود. یکی از این دلال‌های سرفراز و حلالزاده آقای دکتر طباطبایی برادر زن احمد خمینی بود که چون تحصیلاتش را در آلمان تمام کرده بود دلال شورای انقلاب در آلمان بود و هر آشغال کهنه با مصرف یا بی مصرف را به قیمتهای خیلی بالا می خرید و آنها را با هواپیماهای چارتر شده، یعنی هواپیماهای در بست حالا پور یا خالی یا نصفه، به ایران میفرستم و جوابگوی هیچ کس هم نبود. یکی از خریدای او را برایتان تعریف میکنم. حدود 180 دستگاه توپ های سبک که اسمش در اصطلاح نظامی هست توفنگ بدون عقب نشینی، یه 105 میلیمیتری، یعنی گوتر لولای 110.5 سانتی و روی ماشین های جیپ سوار می شد، چون خیلی هم سبک بود، مثل توپ های دیگر سنگین نبود. عرض کنم که سر لوله هم از شیشه گلوی شیشه بیرون می آمد. عرض کنم که نمونه های اون را چند بار در خیابان ها دیده بودم، برادرم یا شوهرم آنها را به من نشان داده بودن و عکس و مشخصات اونها را در کتاب های ارتشی دیده بودن. عموزاده من که افسر اردوناس در ارتش